خب بریم سراغ تمرین شماره 6 و مطابق کتاب درسی یه سوال خیلی خوبه دیگر رو با هم دیگه بررسی کنیم. گفته مجموعه 1 2 4 6 8 و 9 مفروض است با ارقام موجود در این مجموعه چند عدد 5 رقمی و زوج بدون تکرار ارقام میتوان نوشت. ببین قرار 5 رقمی باشه، پس باید 5 تا خط بکشم، 1 2 تا 3 تا 4 تا و 5. در ضمن میخوام زوج باشه، اگر بخواد زوج باشه یعنی سمت راست باید یه عدد زوج انتخاب کنی. میتونم 2 انتخاب کنم، میتونم 4 رو انتخاب کنم، 6 رو انتخاب کنم یا 8. 4 تا عدد زوج وجود داره، پس سمت راست میتونم از 4 تا عدد مختلف استفاده کنم. تعداد کلشون چند تا بوده؟ این 4 تا، اینم یه دونه 5 تا، با این یکی 6 تا. خب 6 تا عدد دارم، وقتی یه عدد رو توی خونه سمت راست استفاده کنم پس توی خونه سمت چپ واسه هم 5 تا میمونه، چون خودش گفته بدون تکرار ارقام. بعد واسه هم 4 تا میمونه، بعد 3 تا و در انتها هم 2 تا. ضرب اینها برابر خواهد بود با جواب ایدئال من. قسمت بعدی مسئله، چند عدد 5 رقمی و بزرگتر از 80,000 میتونی بسازی. دوباره 5 رقمی، 1 2 3 4، این هم 5 تا قبوله، چون میخوام بزرگتر از 80,000 باشه توی خونه سمت چپ باید یا 8 باشه یا بزرگتر از 8، یعنی میتونم از 8 استفاده کنم یا از 9 که میشود فقط 2 تا عدد. دوباره بریم سراغ قصه از اول. گفتم تعداد کل عددم بوده 6 تا، اگر یه دونه رو توی خونه سمت چپ استفاده کنم بعد واسم 5 تا میمونه، بعد 4 تا، بعد 3 تا و بعد 2 تا عدد. حواست هست که حاصل ضرب اینها برابر خواهد بود با جواب ایدئال شما، که دیگه تو خودت میتونی ضرباش انجام بدی. قسمت بعدی گفته گفته مجموعه آ چند زیر مجموعه 3 عضوی دارد. تعداد زیر مجموعه های 3 عضوی میشود انتخاب 3 از کل اعدادی که اینجا بوده، یعنی انتخاب 3 از 6 میشود جواب، که تو اینا بلدی، میشد 6 فاکتوریل به روی 3 فاکتوریل ضرب در اختلاف این دو تا عدد که میشود 3 فاکتوریل. اما قسمت بعدی مسئله خیلی قشنگ داره. گفته مجموعه آ چند زیر مجموعه 3 عضوی و شامل رقم 8 دارد. ببین وقتی میگه شامل رقم 8 دارد یعنی 8 بازی بنداز بیرون. اگه 8 از بازی بندازم بیرون 2 تا عدد میمونه از 5 تا عدد، که این برابر خواهد بود با 10 تا. خیلی سوال باحالی بود، مرسی.